سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. توجه کنید به تعداد گزارشاتی که در طول هفته به دسترس ما قرار گرفته است. جمعه، مسئولان در گمرک ولایت فرا میگویند در 6 ماه نخست سال روان مالی بیشتر از مبلغ هدف تعیین شده وزارت مالیه را جمع آوری کرده اند. به گفته آن در این مدت 5 میلیارد افغانی جمع آوری شده و به وزارت مالیه تحویل داده شده است. گزارش را با هم می‌بینیم. رئیس گمرک ولایت فرا میگوید با وجود برخی مشکلات آنان توانستند عاید بیشتر از هدف تعیین شده وزارت مالیه را جمع آوری کنند. به باور این مقام محلی، مبارزه جدی با فساد سبب افزایش عاید این گمرک شده است. یار تکرار کوم ورځ نه چې ملي وحدت حکومت رامنځته شوه او د ملي وحدت او په خاص ډول د جمهور رئیس وختنم دار چې د فساد په وړاندې به غختلی او ټینګ ګامونه اخلي او دغه سیم زورواکانو ته به وخت او اجازه نه ورکړي چې مداخله وکړي. نو موږ هم دغه د پالیسۍ سره سم ځانونه عیار کړی دي چې مخکې څومره مخکې چې ما د یو د وکیل صاحبانو د فراد یو وکیل ورور چې ما سره تشریح مدیر او هغه مې کله د دندې نه ګوښه کړ. نو د یو سلسله زیاتو د ستونزو سره او د مزاحمتونو سره او د ننګونو سره مخ شوم چې فعلا هم دغه پروسه روانه ده. پیش از این وزارت مالیه به تمام مسئولان گمرک های افغانستان هشدار داده بود اگر عاید هدف تعیین شده را به دست آورده نتوانند از وظایفشان برکنار می شود. این واکنش وزارت مالیه به دنبال آن صورت گرفت که وزیر مالیه گفت در 6 ماه گذشته 6 تا 7 میلیارد افغانی این وزارت در جمع‌آوری عواید پسمان است. اتحادیه بوددوزان افغانستان میگوید سالانه 16 میلیارد افغانی برای واردات بود از کشورهای خارجی مصرف می شود. مسئولان این اتحادیه یادآور می شوند که شرکت های داخلی توان آن را دارند تا نیازمندی های کشور را تولید کنند، اما حمایت لازم نمی شود. با این حال اداره حمایت از سرمایه گذاری می گوید برای بازاریابی بودهای افغانی در داخل و خارج از کشور تلاش خواهند کرد. گزارش را با هم می بینیم. بوددوزی فرهنگ دیرینه ای افغانستان. در حال حاضر 450 فابریکه بودسازی در کشور فعال است، اما کمبود برق و عدم حمایت دولت فعالیت این صنعتکاران را با مشکل روبرو کرده است. اگر به مشکلات ما رسیدگی شود، تای سالهای واپسین یعنی حداقل یا حداکثر 2 سال بعد ما تمام تولیدات کشور ما که در مرز 45 تا 50 میلیون جوره بود میرسه، ما میتونیم تولید بکنیم و در عرصه بودوزی افغانستان خودکفا بسازیم. به اساس آمارها سالانه حدود 16 میلیارد افغانی برای واردات بودهای خارجی مصرف می شود، در حال که برخی از بوددوزان می گویند آنان توان تولید بودهای با کیفیت را دارند. ما این یک سال و یک هفته یا ده رو شد دوازده شد که ما یک سالش دوکان ها رو گرفتیم. ما اقتصاد برق داریم، مشکلات برق داریم که ما یک چیز کرده نمی تانیم. از هر طرف خالیگاه زیاد است، چون که توجه دولت سن ما نیست. اگه توجه دولت باشه زیادتر میشه. با این حال اداره حمایت از سرمایه گذاری یادآور می شود که تلاش برای حمایت از صنعت بوددوزان افزایش یافته است. به قدر کافی توانایی در داخل بر تولید پاپوش وجود دارد، ولی اینا به حمایت ضرورت دارند. حمایتشان باید شروع شود از فراهم آوری امکانات اولیه برای یک صنعتکار برای یک دستگاه تولید. گفته می شود تنها صنعت بوددوزی در کشور با مشکلات فراوان روبرو نیست، بلکه بیشترین اتحادیه های صنعتی همواره از عدم حمایت دولت در 13 سال گذشته ابراز نگرانی کردند. اگر رخصتی روز شنبه در کشور عملی شود، افغانستان در جریان یک سال بیش از 50 روز روابط بیشتر با کشورهای جهان را به دست می آورد. با تازگی شورای وزیران طرح پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی را برای عملی شدن این موضوع که رخصتی روز پنجشنبه به شنبه را تایید کرده است. گزارش را با هم می‌بینیم. کابینه دولت طرح پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی را مبنی بر تعیین روزهای جمعه و شنبه به عنوان رخصتی عمومی تایید کرده است و قرار است روز شنبه جاگزین روز پنجشنبه گردد که قبل از این نیم روز رخصتی بود. وزارت کار و امور اجتماعی این طرح را به خاطر مطابقت رخصتی های افغانستان با کشورهای منطقه و جهان ارائه کرده است تا بازارهای افغانستان با بازارهای جهانی مطابقت پیدا کند.
عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، الجزایر، مصر، کویت، ترکیه، فلسطین، مالزی، یمن، بنگلادش و پاکستان کشورهایی هستند که در روزهای شنبه رخصتی عمومی دارند. در همین حال رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری های افغانستان این تصمیم حکومت را برای روابط بیشتر افغانستان با جهان بسیار اثرگذار می داند. ما رفته ما شروع میشه شنبه باشه، دنیا بسته است و ای بر تجارت و سرمایه گذاری و خود در قسمت انتقالات پول و در قسمت ارتباطات بانکی و ارتباطات ترانسپورتی و ترانزیتی و اینا بسیار مشکل جدی مواجه بودند. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع میگوید که پیش از این افغانستان در یک سال 208 روز از تماس با کشورهای جهان عقب میماند. 208 روز بنابر دلیل رخصتی هایی که پنج شنبه جمعه و بعدش هم در سطح دنیا کشورهای دنیا شنبه و یک شنبه بود، ما در طول سال 208 روز از تماس با دنیا عقب مانیم. یک تصمیم خیلی خوب هست به دلیل از این که همین 208 روز عقب ماندگی ما را از تماس با دنیا کاهش می‌ده به 156 روز. آگاهان میگویند که طرح رخصتی به خاطر مطابقت بازار کار و ارز با بازارهای جهانی بر رشد اقتصاد افغانستان کمک می‌کند و این طرح نه تنها افغانستان را از رهگذر کاری عقب نمی‌کشد، بلکه برای پیشبرد کارها بسیار اثرگذار است. یک شنبه 230 پروژه بزرگ با هزینه 46 میلیارد افغانی از سوی ریاست جمهوری تایید شده است. رئیس عمومی تدارکات با ابراز این مطلب میگوید 11 قرارداد بزرگ نهادهای دولتی به تازگی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی به ارزش بیش از 1.5 میلیارد افغانی تایید شده و از این میان 3 قرارداد آن برای تغییر و تعدیل رد شده اند. وی به تمام شرکت های قراردادی هشدار می دهد در صورت هر گونه تخطی از موازین قراردادها با برخورد جدی حکومت روبرو خواهند شد. گزارش را با هم می بینیم. کمیسیون های ریاست عمومی تدارکات ملی در 19 نشست هفتوار 230 پروژه بزرگ ملی را به بررسی گرفتند و این پروژه ها از سوی ریاست جمهوری تایید گردیده است. رئیس عمومی تدارکات میگوید که هزینه کل این پروژه ها 46 میلیارد افغانی است که در مرکز و ولایت ها عملی خواهد شد. در مجموع 230 پروژه مربوط به نهادهای امنیتی و ملکی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که مربوط به مرکز و ولایت می باشه شامل این پروژه بود که از جملهش پروژه ساختمانی، اجناس و خدمات مشورتی، خدمات غیر مشورتی به ارزش 46 میلیارد افغانی مورد تصویب قرار گرفته تا فعلا. ریاست عمومی تدارکات ملی می افزاید که به تازگی حکومت وحدت ملی 11 قرارداد بزرگ دیگر را نیز تایید کرده است که از این میان 3 قرارداد آن به منظور تغییرات و تعدیل دوباره فرستاده شده اند. از جمله 11 قرارداد 8 قرارداد از او موضوع اعطای قرارداد بود که قراردادهای جدید بود و 3 قرارداد به منظور تعدیل و تغییرات در قراردادها به منظور رسید. ریاست عمومی تدارکات ملی تاکید می‌ورزد که نزدیک به 50 شرکت های قراردادی که پروژه های بزرگ را به پیش می‌بردند مورد بررسی قرار گرفتند که از این میان 26 شرکت از گرفتن قراردادهای بزرگ محروم شدند. افزایش آفت نباتی باغداران شمال کشور را نگران کرده است. برخی از باغداران و کشاورزان در شمال کابل با ابراز این مطلب میگویند در سال روان حاصلات باغ‌ها افزایش یافته، اما امراض نباتی آنان را نگران کرده است. این باغداران نیز یادآور میشوند که ادارات مسئول تا هنوز با آنان هیچ کاری نکرده است. گزارش را با هم میبینیم. باغداری پس از کشاورزی مصرفیت عمده شهروندان کشور را تشکیل می دهد، اما نبود بازار و فروش و گاه گاهی شیوعی بیماری های نباتی چالش عمده روبروی باغداران می شود. اینجا شمال کابل است که مردمش مصرف باغداری و کشاورزی اند، اما آنان با مشکلات عمده روبرو اند. یه رقم مرض یا تشکر توایی و راست از که یه بل مرض پیدا شوی چه چینجایی وای آقا چینجایی زمانگ حاصل ده بای نوی زمانگ یگانه مشکل چه ده و بده. شماری از باشندگان ولسوالی میربچکوت میگویند که امسال به انگور طوری آفت رسیده که اگر از سوی حکومت به آن رسیدگی نشود زیان زیاد برایشان خواهد رسید.
نا وزارت زراعت دوست کم من تداسی روشنی را کرده داده با من تدابی وکو یا به مخنیوی وکو. آنان همچنان میگویند که برای محصولاتشان بازارهای جهانی نیز وجود ندارد و از همین سبب بعضی وقت محصولاتشان از بین میرود. بازار بازی و شانه خود ما این انگور را جمع میکنیم، تیار میکنیم، ما بازار نداریم که انگور ما به فروش برسد. از سوی هم وزارت زراعت مالداری و آبیاری میگوید در حال حاضر نمیتوانند دوایی برای این مرض بدهند به خاطر که فرصت به دست آوردن این محصولات کم میباشد. متاسفانه باغدارای ما زیاد توجه نمیکنند با باغای خود و متوجه به میشن که چوخت حاصل بدن. یک چیز اگر حاصل شد کس میگره او زحمت هم کار دارد. باشنده های ولسوالی میربچکود باغداران و زمیندارانشان با یک سلسله مشکلات زیاد امسال روبرو هستند. یکی از اساسی ترین مشکلاتی که اینا یادآور شدن گفتن همان نبود آب است و اینا با نبود آب دچار هستند و امسال چیز دیگه که یارا نگران صفحه ای است که انگورایشان با یک نوع مرض روبرو شده که اینا تا حالا از طرف وزارت زراعت و آبیاری شناخته هم نشده، شناسایی نشده این مرض و به خاطر شناساییش میگن انگورا را به بیرون از کشور انتقال دادن و اینا میگن که اگر به زودترین فرصت جلو ازی گرفته نشه و رای حلش پیدا نشه شاید امسال خسارات زیاد به اینها وارد شود. نبیله حفیظی، آریانا نیوز، ولسوالی میربچکود. با افتتاح یک شبکه آبرسانی در ولایت جوزجان، باشندگان 8 روستا در ولسوالی خواجه‌دکو به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کرده‌اند. این در حالی است که اهالی این روستاها قبلا از آب جوی استفاده نموده و با مشکلات صحی مواجه بودند. گزارش را با هم می‌بینیم. بالاخره صدای باشندگان 8 روستای ولسوالی خواجه‌دکوی جوزجان شنیده شد و یک شبکه آبرسانی برای تأمین آب پاک نوشیدنی برای آنان ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت. آب مایه حیات است و قبلا صدها خانواده ساکن در این روستاها از آبهای جویها و اوزهای سرباز استفاده می کردند که سبب بروز و شیوع ده ها بیماری در میان کودکان و دیگر اقشار ساکن این مناطق می شد. اما حالا با بهره‌گیری از این شبکه آبرسانی مشکل تا حد زیاد رفع شده است. سابق او جوی استعمال او دریا استعمال میکردیم، او دریا او دریا استعمال میکردیم، کلی ما مردم اکسل بودیم. مشکلات او ما مردم زیاد داشتیم. منطقه ما مردم که هست او نداره، اوش کلی شور است. اما شور ما است، تلخ ما است، در اون منطقه که هست اوی صحیح نیست. عبدالکریم فهیمی مسئول دفتر جرمن اگرو اکشن در زون شمال غرب میگوید این پروژه به هزینه 240 هزار دلار به کمک مالی کشورهای آلمان و هلند احداث گردیده است. به گفته آقای کریمی با افتتاح این شبکه 2600 خانواده در 8 روستای ولسوالی خواجه‌دکو به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کردند. پروژه‌ای که امروز به نام پروژه شبکه آبرسانی در 8 قلعه ولسوالی خواجه‌دکو که به حضور داشت افتتاح شد. این پروژه در سال گذشته بار اول از طریق دفتر زوا پلان و دیزاین شده بود و دفتر زوا به تنهایی نمیتونست که بودجه از این را تمدید بکنه. بنان از دفتر جرمن خواست که مشترکاً کار بکنه. مولوی لطف‌الله عزیزی، ولی ولایت جوزجان، از کشورهای کمک کننده خارجی میخواهد تا در قسمت رفع مشکل کمبود آب که بیشتر باشندگان این ولایت به آن مواجهند کارهای بزرگتری را انجام دهند. توانستم امروز تقریبا 8 قریه ما که تشنه آب بودن، مشکلات زیاد آب داشتن، واقعا همه مردم میفهمند که در ولایت جوزجان بزرگترین معضله، معضله آب است، آب آشامیدنی است. و امروز خوشبختانه با حفر اینجا و با شبکه سازی این آبی که در اوجا در 24 کیلومتر تقریبا رسانده شده، یک خدمت بسیار بزرگ است. به گفته مسئولین بیشتر آبهای زیرزمینی در ولایت شمالی جوزجان با گاز و نفت آلوده است که 90% باشندگان این ولایت از آبهای غیر صحی استفاده می کنند. و حال یک میان برنامه کوتاه.
در دومین روز نشست ظرفیت سازی ملی، موضوع استفاده از مواد کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای حل مشکلات ترانسپورت و ترانزیت به بحث گرفته شد. شرکت کنندگان این نشست میگویند استفاده از مواد سه‌گانه کنوانسیون مهم بین المللی در عرصه ترانزیت به حل مشکلات تاجران افغان کمک میکند. گزارش را با هم میبینیم. این نشست از سوی وزارت تجارت و صنایع به همکاری اتحادیه بین المللی ترانسپورت جاده‌ای و سازمان ایکو در کابل برگزار شده است. هدف این نشست دریافت راه‌های حل مشکلات ترانزیتی کالاهای تجارتی کشور می باشد. تاجران می گویند در زمینه ترانزیت و انتقالات تجارتی با کشورهای همسایه خیلی مشکل دارند. دائم موج د خپل همسایگان د لاس ډیر په عذاب او تاجر په ډیر مشکلات سره مخامخ دي. هر ورځ موج د ترانزیتی مشکلات پاکله که زموږ انګور انتقالیږي، که تازه میوه انتقالیږي، که وچه میوه انتقالیږي او که قالین انتقالیږي، د ترانزیتي مشکلات سره موږ مخامخ یو. در همین حال وزیر تجارت و صنایع میگوید کنوانسیون های TIR، CMR و EDR در زمینه ظرفیت سازی ملی کار میکنند، اما افغانستان از عضویت این کنوانسیون ها هیچ سودی نمیبرد. دلایل که لاریای ما در سرحدات تخلیه میشه و این پس دوباره بارگیری میشه، یک علت شمی است که ما از مزایای کنونسین ها استفاده درست انوز نمی کنیم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی نیز میگوید عضویت در کنونسین های TIR، CMR و EDR می تواند بر رشد اقتصادی کمک کند. این کنونسین ها کنونسین های نهایت مهم و واقعا هر کشوری که کنونسیون ها را به دست تطبیق گرفتن، از مزایای کنونسیون ها استفاده کردن، امروز در جایگاه بلند رشد اقتصادی و تجارتی هست. به باور آگاهان امور اقتصادی، علاوه از این که تاجران افغان از مفاد این کنوانسیون ها بهره مند نمی شوند، سیاست های اقتصادی کشورهای همسایه نیز سبب بروز مشکلات در این زمینه شده است. با مسدود شدن یگانه رای مواصلاتی ولسوالی کوهستانات در قسمت تنگدره علف سفید، باشندگان این مناطق با مشکلات زیادی روبرو شده اند. آنان می گویند به دلیل مسدود بودن راه از سوی طالبان، بهای مواد اولیه در بازار چند برابر افزایش یافته و در حال حاضر تمام اکمالات نظامی ملکی و عامه و رفت آمد مردم از سوی از این مسیر دشوار به نظر می رسد. گزارش را با هم می بینیم. راه بدیل برای رسیدن به ولسوالی کوهستانات، راه دشوار گذر، باید ساعتها منزل زد تا به مقصد رسید. وسایط ارتش هم از این مسیر سربازان را اکمال می کنند، اما این واسطه به دلیل صعب العبور بودن راه چپه شده است. یکی از دکانداران محل از افزایش بهای مواد اولیه و سوخت شکایت می کند. یک لیتر دیزل قبلا 50 افغان بود، حالا به 70 الی 80 افغان رسیده. یک بوجه برنج 1400 افغان بود، حالا 1700 الی 1800 افغان شده است. با مسدود شدن راهی در یلف سفید، مشکلات ما چند برابر شده است. محمد آصف جبارخیل، فرمانده امنی سرپل و معاون شورای ولایتی این ولایت، نیز تایید می نمایند که بهای مواد خوراکی و سوخت در این منطقه افزایش یافته، اما آنان از حل این مشکل در آینده نزدیک اطمینان می دهند. مردم خود کوهستانات از اثر مسدود شدن امی راه بسیار متضرر شدند. امی اکنون یک لیتر تیل 125 افغانی در اینجا پروخته می شود. دیگه مواد اشوی و دیگه چیزایی که در اینجا کم است، کل فشار اقتصادی بالای مردم غریب و بیچاره هستند. ما هم امروز کوشش کردیم عملیات را برای انداختیم تا بتانیم را باز شود، مگر چون مقابل است، جنگ است، یگان وقت مشکلات پیدا می شود. قریب یک ماه است که در قسمتی دری علف سفید می گه و مسدود است. قیمتی مواد اولیه یا مورد ضرورت مردم نهاد درجه بلند رفته. بعضی اجناس دو برابر شده و بعضی اجناس شده دو برابر هم زیادتر شده. ولسوالی کوهستانات سرپل طی روزهای اخیر چند بار دست به دست شده و مقامات امنیتی تلاش دارند تا این منطقه را با راه اندازی عملیات ها از تصرف طالبان بیرون سازند. چهارشنبه
چین برای تقویت کشاورزی در افغانستان به وزارت زراعت این کشور 300 اراده تراکتور کمک کرد. وزیر زراعت کشور میگوید با کمک این تراکتورها تا اندازه زراعت افغانستان به سوی میکانیزه شدن خواهد رفت. گزارش را با هم میبینیم. چین به وزارت زراعت افغانستان کمک کرد. این کمک شامل 300 تراکتور و وسایل دیگر کشاورزی است که ارزش بیش از 8 میلیون دلار میرسد. وسایلی که در این بسته کمک شده شامل 300 اراده تراکتور با وسایل مختلف و مکمل آن در 300 ماشین قلبه، 300 دستگاه آماده سازی زمین، 200 پای ماشین درو علوفه، 100 پای دستگاه کشت شالی و 10 دستگاه ماشین پرس علوفه شامل می باشند. سفیر چین می گوید افغانستان در بخش کشاورزی 20% تولیدات ناخالص دارد که 40% مردم را مصروف کار ساخته است. در افغانستان ما در گذشته نیز پروژه های اقتصادی داشتیم و می خواهیم این برنامه ها در آینده نیز ادامه یابد. از سوی دیگر وزارت زراعت می گوید تصمیم دارند تا برای حمایت از کشاورزان و باغداری در 6 زون افغانستان پارک های کشاورزی را ایجاد کنند که هدف از آن بازاریابی برای کشاورزان کشور خواهد بود. شماری از میوه فروشان و باغداران در بلخ از نبود بازار فروش و همچنان سردخانه های معیاری برای نگه داشت میوه هایشان شکایت دارند. میوه تازه همکنون به دلیل همین مشکلات در کنار جاده ها در بلخ به بهای نازل به فروش می رسد. اسدالله صدیق آمر ترویج ریاست زراعت بلخ می گوید دو سردخانه معیاری در ولایت بلخ فعال است. اما دهقانان تا حال به این سردخانه ها به خاطر نگهداری حاصلاتشان مراجعه نکرده اند. گزارش را با هم می بینیم. شمار از میوه فروشان و باغداران میوه در ولایت بلخ می گویند همه ساله با پخته شدن میوه‌جات آنان محصولات خود را در بازار بنابر نبود سردخانه های معیاری به قیمت ارزان به فروش می رسانند. ناامنی در امتداد شهرهای شمال و نبود زمینه بسته‌بندی معیاری و صادرات از دیگر مشکلاتی است که سبب شده میوه های با کیفیت کشور در کنار جاده ها به قیمت نازل به فروش برسد. یا مثلا بیاین یک سردخانه در مزار 3-4 تا سردخانه که تاجرین محترم اینجا بسازند که ما مال خود را بخریم و در سردخانه انتقال بدیم تا بعض وقت که وجود مردم هزار طرف میوه در صرف یک مارکت میوه است. هزار طرف میوه داخل این مارکت. داخل این مارکت از هر طرف که بیاید خود دیگه ارزان میشه میوه. یا مفاد زیاد میکنم. سردخانه باشه دهقانا مفادشان زیاد میشه. دکاندارا مفادشان زیاد میشه. این میوه جات مثال سکنین. این یک انگور است فعلا سکنین. یک کلیش از 200 یک کلیش از زیاد نیستن. دهقانا چه قسم پورا کنم اگر سر دولت باشه. اگر سردخانه جور کنم برای اینا. جای مجاهدش صحیح جور کنم. هیچ دهقانا قرار نشین نمیشه. امنیت تامین نیست. بسیاری وقت من راه بند است. رفته نمیتونم مال دنده میخورم میمونه که اگر راه باز باشه مال میره بیا آزادانه مال گم شده میره سودا میشه. در همین حال اسدالله صدیق آمر ترویج ریاست زراعت بلخ میگوید دو سردخانه معیاری در ولایت بلخ است اما دهقانان تا حال به این سردخانه ها به خاطر نگهداری حاصلاتشان مراجعه نکردند. دهقین ما هم و کسایی که مثلا در این مسیر کار میکنند در بخش زراعت این فرهنگ یک ذره ترویج بکنن، فرهنگ استفاده از سردخانه ها را پیدا بکنن، ذخیره خانه ها را پیدا بکنن که یقینا این یک مشکل بسیار جدی هم است. وقتی که ما محصولات ما رفع حاصل میشه به بازار تورم میکنه، سرازیر میشه و بازار ممکن ظرفیت زیر نداشته باشه کلی محصولات ما را به پذیر تقاضا برش وجود داشته باشه، یقین نرخ پایین میاد، بالاخره ضایع میشه. خب محصولات زراعتی است، محصولاتی است که آبدار است مثل میوه‌جات، سبزیجات و بعضی چیزهای دیگه، یقینا که متضرر میشه. یقین ما افغانستان کشور است که بیش از 80% مردم آن به زراعت و مالداری مشغول هستند و از این طریق امرار معاش می کنند. از همین رو هر تلاش برای بهبود این بخش تاثیر مستقیم بر زندگی مردم و اقتصاد این کشور خواهد داشت. و حال توجه کنید به چند گزارش خارجی. بهای سهام در معاملات بازارهای بورس اروپا روز سه‌شنبه اندکی بالا رفت. شاخص سهام داکس در بازار بورس فرانکفورت و فوتسی لندن که روز گذشته با افت حدود 5% آغاز کرده بودند، امروز کمی افزایش یافت.
آشفتگی در بازارهای چین باعث شد که روز دوشنبه 24 افت به دوشنبه 30 معروف شود. شرکت هواپیمایی ایندیکوی هندوستان پرشمارترین سفارش خرید هواپیما را با شرکت ایرباس نهایی کرد. ارزش قراردادی که روز شنبه امضا شد 26.5 میلیارد دلار است. خریدی که به لحاظ ارزش تجاری دومین فروش بزرگ تاریخ ایرباس به شمار می رود. خب بیننده های عزیز، این بود گزارشاتی که در طول هفته به دسترس ما قرار گرفته بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.